مناجات اول در افاضه بهار موهبت الهی که سرگشتگان ساحل عدم را قبل از سابقه خدمت و رابطه دعوت استحقاق وجود بخشید و بعد از فیض وجود قابلیت استفاضه داد و هو المفیض الجواد. البته دوستان عزیز که همه از فرهیختگان هستند، همه از عزیزانی هستند که مأنوسند با مثنوی شریف و با دیوان شمس، مستحضرند که دو تفاوت عمده بین این دو دریا و این دو اقیانوس عظیم مواج بحر معنا وجود دارد و مثنوی آنقدر که مدرسی و مکتبی است و آموزشی است و به عنوان یک کتاب آموزشی عرفان نظری مطرح است، با دیوان کبیر و غزلیات حضرت مولانا که پر از شور و عشق و احساس است البته متفاوت است و مخاطبین هر دو قسم علاوه بر این که نسبت به عرفان علاقه دارند و نسبت به حضرت مولانا یک ارادت خاصی در قلوبشان هست، اما بایستی بیان کرد که این دو از دو منظر کاملا جدا نسبت به مسائل ورود می کند و البته این منظر رو باید تشخیص داد و اینکه سخنانی که ما در مباحث دیوان شمس تبریزی مطرح می کنیم یک سویه آن است، در حقیقت نوعی عرفان عملی است و این سویه دیگر آن که عرفان نظری و عرفان تعلیمی و تدریسی است. در اینجا شاید آن شور و ذوق و عشقی که در غزلیات مولانا هست به چشم نیاید، اما آنچه که هست جوشش بهار علم و معرفت و دانش عظیم حضرت مولانا است که هر بیت آن دریایی است که بر دریای دیگر وارد می شود و دریای دوم بر دریای سوم و همچنین الی آخر و الی غیر نهایه ادامه پیدا می کند، تا جایی که آنهایی که در این بحور عظیم و در این یم گرانقدر غوص می کنند حقیقتا خود قواس بحر معانی می شوند و خود در درون خود یک انگیزش عظیم و عجیب و یک علم خاص و یک شرایط خاصی در درون خود احساس می کنند. بنابراین اگر سخنانمون اینجا اندکی صورت مشکلی داشت و صورت مدرسی داشت، از ابتدا از حضور عزیزان اعتذار میکنم، چون نفس مطلب چنین است و نفس مثنوی مربوط به عرفان نظری آن هم از دیدگاه مدرسی و مکتبی و تعلیمی است. انشاءالله اگر خداوند عنایت بفرماید در این لباب مثنوی یک دوره کامل از عرفان نظری بیان می شود و این به هر حال مطلب بسیار مهمی است و امیدواریم که در حد بضاعت مزجات خود بتوانیم که قطراتی از این دریای وسیع و رشهاتی از این اقیانوس عظیم اندیشه و تفکر رو بر توشه برداریم انشاءالله. هر کلمه ای که اینجا سخن گفته می شود معنایی دارد و بحثی دارد، اما اگر بخواهیم آنگونه پیش برویم طبیعتاً
پیشرفتمان در ابیات بسیار اندک خواهد بود و قادر نخواهیم بود در هر جلسه بیش از یک بیت یا یک مصرع رو اینجا بیان بکنیم. لذا بر مصداق اینکه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، سعی میکنیم که اندکی از گفته ها رو بگیم و بقیهش انشاءالله موکول شود به موارد دیگری که پیش خواهد آمد و توضیحات وافی و کافی رو در آنجا ارائه می دهیم انشاءالله. مناجات اول. خود مناجات کلمه زیبایی است، دوست داشتم راجع به آن سخن بگیم و اینکه از نجوا می آید. نجوا یعنی سخن درونی، سخن درون گوش و سخنی که میان عاشق و معشوق است و غیر نباید در آن پیدا باشد و غیر نباید از آن مطلع باشد. نجوایی است عاشقانه و جالب است که نجوه با نجیه در ادبیات عرب نزدیکند به هم دیگر، حتی به گونه ای که غالبا در قرآن هم گاهی وقتی از مشتقات این کلمات بیاید این رو به نجات معنی کرده اند غالب مفسران، در حالی که اگر به نجوا و سخن درونی معنی می شد و تفسیر می شد البته زیباتر می نمود. مناجات یعنی دو نفر با هم نجوا بکنند. باب مفاعله هست و بین الاثنینی هست. اصلش مناجوه بوده، مفاعله، که مناجوه گفتند علما که واو حرف علی متحرکی بود، ما قبل مفتوح تبدیل به الف شد، شد مناجات. و البته تای آخر هم، تای مفاعلت هم به تای کشیده تبدیل شد. مناجات یعنی نجوا کردن. مناجات چنین نیست که یک طرفه نیست، امری یک سویه نیست. مناجات امری دو سویه است. کسی که با خدای خود مناجات می کند بداند که دارد با خداوند سخن میگوید و او هم با او سخن میگوید. در همان حال که او با خدا نجوا میکند، خداوند هم با او نجوا میکند. هر سخنی که از دل عاشق برمیخیزد آن سخن قبلا از دل معشوق برخواسته است و از جانب معشوق آن سخن بر زبان عاشق رفته است. آن نجوایی که یک عاشق در خلوت خود میان خود و خدای خود دارد البته به یمن نجوایی است که حضرت معشوق ازل و ابد در وجود این عاشق انداخته است و غیر از این نمیتواند باشد. و بحث هم اساسا همین است و بحثی که در این ابیات ملاحظه میشود همین است. این است که ما بدون آنکه لذت مناجات رو و لذت نجوا رو با حضرت معشوق بدانیم، او در دل ما این لذت رو برقرار کرد، او در دل ما این لذت رو انداخت که ما می توانیم، این کار از ما بر می آید که با او نجوا کنیم و سخن دلمون رو به هر ترتیبی که هست و به هر گونه‌ای که هست بر زبان بیاوریم و او آن را بشنود. میگویند جنید بغدادی آن عارف عظیم الشأن از جایی میگذشت، دید یکی از درویشان و یکی از شاگردانش میگوید یا رب یا رب یا رب، هی میگوید یا رب، خاموش میشود، بعد میگوید یا رب، خاموش میشود، همچنین میگوید. جنید پیش رفت گفت تو این همه که یا رب میگویی بشنو که او چه میگوید، سکوت کن تا ببینی او چه میگوید.
درویش سر بلند کرد و گفت او مرا جواب می دهد، بنابراین به خاطر همین است که من دوباره یارب می گویم. زیر هر یارب به من لبیک هاست. مولانا خود فرمود که هر یاربی که گفته می شود قبلا لبیک آن از آن ناحیه مقدسه صادر شده است. اگر آن لبیک نبود این گوینده کجا می توانست که یارب بگوید؟ مگر هر دهانی و هر زبانی می چرخد که بتواند یارب بگوید، مگر اینکه او خود بخواهد. و اگر او نخواهد هیچ جنبنده ای حمدی نخواهد داشت، سپاسی نخواهد داشت. هرچه هست از اوست، همه آغازها از اوست و آغاز نجوا هم از جانب اوست و او خود ما رو راه می نماید، به ما نشان می دهد که چگونه سخن بگوییم. نام خود رو بر زبان ما می نهد که ما به زبان او و با نام او نام او رو صدا کنیم. از این جهت این مناجات بسیار عظیم است. آنهایی که می گویند که من یارب میگویم اما از آنجا جوابی نمیشنوم، این البته از دیدگاه عرفا امر باطلی است. عرفا میگویند اگر جواب نمی آمد شما نمی توانستی بگویی. و اجابت همچنین است. وقتی فرمود ادعونی استجب لکم، این دعوت که از جانب اوست، اجابت هم از جانب اوست. اساساً اول اجابت اتفاق می افتد و سپس دعوت پدید می آید. از نظر رتبه اول اجابت ایجاد می شود و جواب حق به بنده ناچیز خود اول صادر می شود در عالم الوهیت و بعد این بنده می تواند که یارب بگوید و آنچه می خواهد بخواهد. در توبه همچنین است. راجع به این زیاد سخن خواهیم گفت. توبه در همه جای قرآن آمده است که میگوید تاب الله علیهم، خداوند توبه کرد. همه مفسرین و همه مترجمین قرآن مع الاسف اینو غلط معنی کرده اند و گفته اند که انسان توبه میکند. شما یک بار آیه های توبه را از اول تا آخر بخوانید، کدام یک به انسان مربوط است؟ تواب رو میگویند بسیار توبه پذیر، بسیار امر غلطی است، غلط مبرهن و آشکاری است. تواب رو چرا توبه پذیر معنی میکنید؟ تواب روشن است، بسیار توبه کننده، بسیار برگردنده و صفت حضرت حق است. خداوند است که بسیار توبه می کند به بنده. خداوند است که بسیار برمی گردد به بنده و هر روز بنده رو صدا می کند، آواز می دهد بنده رو که از من دور نشو، سراغ من بیا، با من باش که من با تو هستم. اما این سمع و بصر و فؤاد بشری دچار خمول است و این سخنان رو نمی‌شنود، ندای حق رو از درون خود نمی‌یابد و لذا احساس می‌کند که او توبه می‌کند. توبه چه برسد به بنده؟ بنده را چه به توبه؟ توبه او کار اوست، او توبه می‌کند و بنده رو به سمت خود می‌کشاند. در افاضه بهار موهبت الهی، موهبت الهی، موهبت یعنی بخششی که هیچ نتیجه‌ای برای واهب ندارد. موهوبه چیزی است که شخصی آن را می‌بخشد بدون اینکه کوچکترین نفعی و سودی برای واهب داشته باشد. در مورد خداوند حتی ضرر هم نیست. اگر ما انسان ها چیزی را به
کسی ببخشیم زیانی برای آن متصور است، یک مال منفی ایجاد می شود، اما در مورد خداوند چنین نیست. چیزی از او کم نمی شود و چیزی به او نمی رسد. وهاب این است، وهاب بسیار بسیار موهبت کننده، بسیار بسیار بخشنده، که هیچ برای خود نمی خواهد و هیچ برای او نیست و البته چیزی هم از او کم نمی شود. این موهبت همواره بر عالم خلق و امر پیوسته و مدام و سلسله‌وار و همیشه جاری است. جهان یک لحظه بدون موهبت الهی نمیتواند قائم به وجود باشد، قائم به نفس باشد. این دریاهای موهبت الهی همیشه افاضه میکند. فیض بسیار امر مهمی است و عرفا در عرفان نظری به خصوص به فیض بسیار اهمیت دادند و ما الان وقتش نیست، ان شاء الله قول میدهم که روزی راجع به این بحث فیض که بسیار بحث عمیق و دقیقی است ان شاء الله سخن بگیم، در حدی که مقدماتی گفته شود تا مفهوم فیض در دسترسمان قرار بگیرد، وگرنه فیض بسیار امر سختی است، توضیح دادنش بسیار سخت است و درک آن البته سخت‌تر. اما این که افاضه آن چیزی است که فیض الهی و برکت الهی، لطف الهی، بخشش الهی، هر چه که خداوند می‌بخشد، این دریاها همچنان بر سر ما فرو می‌ریزد، این دریاهای موهبت الهی بر سر ما همچنان می آید و می ریزد. خب نتیجه چیست؟ در افاضه بهار موهبت الهی که سرگشتگان ساحل عدم را قبل از سابقه خدمت و رابطه دعوت استحقاق وجود بخشید. خب آن دریاها یک ساحلی دارند، ما در ساحل عدم بوده ایم، انسان ها در ساحل عدم بودند و آن وجود مطلق و آن بهار آمد و همه وجود جهان رو در بر گرفت و آمد با ساحل هم نشین شد. اصلا آب رو با خاک نسبتی نیست، دریا رو با خاک نسبتی نیست، اما این خلقت باعث شد که آب و دریا کنار هم باشند. الوهیت و انوسیت، خدایی و بشری در کنار هم و در مرز هم قرار بگیرند. قبل از سابقه خدمت، یعنی اینکه سابقه خدمتی وجود نداشت، نه از سوی بشر نه از سوی خداوند. خداوند خادم است، خداوند خدمت میکند، هر چه که به ما این برکات رو داده است از خدمت اوست، او خدوم است و ما هم البته میبایست در مقابل او خدمت کنیم. رابطه دعوت استحقاق وجود بخشید بدون اینکه سابقه خدمت باشد و بدون اینکه رابطه دعوتی باشد میان خدا و انسان، میان خدا و موجودات، استحقاق وجود را به ما بخشید. ما حق پیدا کردیم که وجود داشته باشیم. ما در عدم بودیم. خب وقتی ما عدم بودیم چگونه می توانستیم وجود رو از خداوند بخواهیم؟ وقتی کسی نیست و چیزی نیست چگونه می خواهد هستی را طلب کند؟ اون استفاضه از آن جانب است. اول خلقت از آنجا آغاز می شود، موهبت از آنجا سرچشمه می گیرد، این دریاهای عشق و رحمت الهی سرازیر می شود و در سایر ممکنات شرایط وجود رو ایجاد کند و ممکن وجودها و آنهایی که ممکن بود باشند و ممکن بود نباشند و نبودند، در اینها امکان وجودی به وجود آورد، استحقاق وجود به وجود آورد، وگرنه چه کسی مستحق وجود بوده است؟
وجود یک موهبت است، هستی یک موهبت است. چه کسی مستحق این موهبت بوده است؟ این استحقاق اول از جانب خداوند ایجاد شد، از ناحیه مقدس حضرت اله اول ایجاد شد، سپس این استحقاق وقتی در ما به وجود آمد ما طلب کردیم، ما نبودیم و تقاضا ما نبود. پس فرمود در افاضه بهار موهبت الهی که سرگشتگان ساحل عدم را که ما بودیم قبل از سابقه خدمت و رابطه دعوت، رابطه دعوتی هم نداشتیم، هیچ ارتباطی نبود، استحقاق وجود بخشید و بعد از فیض وجود قابلیت افاضه داد. بعد از این که خود ما رو به وجود آورد، اول تقاضای وجود و استحقاق وجود رو در ما پدید آورد، سپس وقتی ما را موجود کرد و به ما هستی بخشید، در این صورت قابلیت استفاضه داد، در ما قابلیت طلب فیض وجود رو ایجاد کرد. چون اگر خدا میخواست که به ما بدهد و ما قابلیت نداشتیم چه میکردیم؟ هم در ما اون داعیه رو ایجاد کرد، هم در ما آن قابلیت رو در ما ایجاد کرد که بتوانیم طلب فیضان حضرت ربوبی رو بکنیم. و بعد از فیض وجود قابلیت استفاضه داد، ما قابلیت طلب فیض عظیم الهی رو داشته باشیم. و هو المفیض الجواد، تمام کرد با دو لفظ مقدسی که وجود دارد و با دو اسم الوهی و اسم رحمانی، مفیض و جواد. مفیض کسی است که فیضان او همیشگی است، فیض او و لطف او همیشگی و دائمی است. و جواد، جواد کسی که جود می کند و می بخشد و جودش و افاضه اش بنابر استحقاق ما نیست، به همه می دهد بدون اینکه استحقاق داشته باشد و خود استحقاق در شخص به وجود می آورد تا به او بدهد. آن استحقاق عظیم رو در ما به وجود می آورد که ما او را بخوانیم، استحقاق توبه به ما می دهد که ما به سوی ما وقتی توبه کرد خداوند ما توبه او رو بپذیریم. در ما استحقاق وجود به وجود می آورد که هرگاه او وجود رو به ما افاضه کرد ما بتوانیم این رو در خود بیابیم و بتوانیم بپذیریم. ای کمین بخششت ملک جهان، ای کمین بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. خب اول مناجات رو شروع میکند. مناجات یعنی چه؟ به نجوا سخن گفتن و آرام در گوش هوش معشوق سخنی رو راندن. خب مگر معشوق اینها را نمیداند؟ مگر معشوق اینها را نمیداند؟ داعیه رو خود در من به وجود آورده است. این سخنانی که در نجوا من میخواهم بگویم او خود بر دهان من گذاشته است، او خود بر زبان من جاری کرده است. مگر به توحید افعالی معتقد نیستیم؟ هرچه بوده است او خود در ما این رو ایجاد کرده است و مقرر کرده است. پس من چه بگویم؟ چه چیز را بگویم؟ معمولا وقتی ما چیزی را میگوییم که یا خبری بدهیم، چیزی را میگوییم که او نمیداند، یا تأکید میکنیم تا تأکید من را متوجه شود، در اینجا که هیچ کدام نیست. خداوند علیم مطلق است و علام کامل است. خداوند همه چیز را میداند با همه شرایطش. اصلا او خود این رو در دهان ما گذاشته است و در دل ما نهاده است. میگوید من وظیفه ای دارم، این وظیفه رو باید انجام دهم. ای کمین بخششت ملک جهان، ای کسی که، ای خدایی که کمترین بخششت رو ملک
جهان است. این جهان رو کمترین چیزی که ما داده این جهان است، این جهان عظیم. من چه گویم چون تو میدانی نهان، چون تو از نهان من و از درون من و از نهاد من با خبری. هم نهان مرا میدانی هم با نهاد من آشنایی، چون آن نهاد را خود نهاده ای، آن نهان را خود در درون من نهاده ای. من چه گویم که تو ندانی، من چه گویم که تو به آن اعتنا و توجه نداشته باشی. ای کمین بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ای که جان خیره را رهبر کنی، وی که قلب تیره را انور کنی. ای خدایی که جان سرگشته را رهبری می کنی، جانی که خیره شده است. خیره چند معنی دارد. اساسا خیره در به یک جایی چشم دوختن و کامل در توجه کامل در نقطه ای معطوف داشتن است. این که انسان به چیزی توجه کامل بکند و از آن توجه به سایر چیزها توجه نکند، از آن توجه به چیز دیگری روی نگرداند. توجه هم که مستحضری از باب تفعل است، به معنای روی گردانه از وجه است. توجه یعنی ما وجهمان، چهرمان را به هر جا که میچرخانیم به آنجا توجه میکنیم و اندیشمان به سمت آن موضوع گسیل میشود. ای که جان خیره را رهبر کنی، ای کسی که جان خیره را رهبری میکنی. این جان که ضال بود، گمراه بود و او را هدایت کرد. الله الذی، خداوند در قرآن بسیار زیاد است که خداوند کسی است که خلقکم ثم هداکم ثم یهدیکم. بسیار است که خداوند اول انسانها را آفرید و بعد اینها را هدایت کرد. الذی خلق فهدا، جایی هست که خداوندی که آفرید پس هدایت کرد. این هدایت همان هدایت تکوینی است، یعنی خلقت خداوند با همان هدایت تکوینی همراه بوده است. هدایت دو گونه تعریف شده است، هدایت تکوینی و هدایت تشریعی. هدایت تکوینی آن است که در کینونت، در کون، در هستی و در وجود است، این یک هدایت است. و هدایت تشریعی هدایتی است که بعدها توسط انبیا و اولیای الهی آمده است و شریعتی آورده اند و قوانین شرعی را نهاده اند تا مکمل آن هدایت تکوینی باشد. در حقیقت خداوند وقتی که آفرید سپس هدایت کرد. و در جاهای متفاوت در قرآن هست که اول خلق آمده است و سخن از خلقت است و سپس سخن از هدایت. ای که جان خیره را رهبر کنی، این جانهایی که ما داشتیم، جان روح است. این روح ها از کجا برخواسته است؟ از همان روح الارواح. خود خداوند فرمود و نفخت و فیه من روحی، از روح خود در او دمیدم. در حضرت آدم فرمود که از روح خودم دمیدم. حال معلوم نیست که آیا آن روح همان روح است که در ما هم دمیده شده است یا نه، ولی آن جایی که خداوند می‌فرماید و نفخت و فیه من روحی، و به غلط تصور کرده اند که فیه برمیگردد به انسان، بلکه اونجا این است که و نفخت و فیه من روحی، یعنی در حضرت آدم، آدمی که انسان کامل است، روح خود رو دمیدم، نفخ کردم. حال بعد از آن چگونه این روح به ما رسیده است توسط تولد و تناسلی که انجام می شود؟ آیا این روح به ما رسیده است و کیفیت آن چگونه بوده است؟ مباحث بسیار عمیق و البته بحث‌های بزرگی است. اما اینکه جان خیره رو، جانی که گمراه بود رو خداوند رهبری فرمود، این قدر مسلم است. این روحی که در ما هست
تجلی روح اعظم الهی است. همه چیز در جهان دارای روح است و مراتب تجلی روحانی الوهی باعث مراتب موجودات می شود. هرچه این تجلی عظیم‌تر و دقیق‌تر باشد، هرچه تجلی روح الهی در بشر یا در هر موجود دیگری بیشتر باشد و بهینه باشد، آن روح قدر و منزلت بیشتری دارد. و هرچه تجلی اندک باشد و تجلی، البته نقصان که در تجلی نیست ولی تجلی مراتبی دارد، تجلی الوهی، خداوند در همه چیز تجلی می کند. بنابراین مراتب تجلی و رتبه تجلی نشان می دهد که این رتبه موجود در کجاست و رتبه موجود در چه سطحی و در چه میزانی است. این رهبری همان است. اینکه جان خیره رو رهبر کنی، خداوند وقتی خلق فرمود، وقتی آفرید، تجلی روحیه خود رو بر همه اکوان و بر همه وجودات و موجودات، بر همه جهانها و عالمها مصروف داشت، بر همه عالمها این روح رو برگزید و تجلی خود رو بر همه اینها افاضه فرمود. ای که جان خیره را رهبر کنی، این جانهای ما رو ابتدا رهبری کرد. و ای که قلب تیره را انور کنی، این قلب ما تیره بود، نور هدایتی در او نبود، یک تلمبه خون بود، یک وسیله‌ای بود که خون رو در اکنون همچنین است، خون رو در وجود ما و در رگهای ما به جریان می اندازد، حیات رو در وجود ما به حرکت می آورد. ای که جان خیر را رهبر کنی، وی که قلب تیر را انبر کنی، می کنی جزو زمین را آسمان، می فضایی بر زمین از اختران، آب را و خاک را بر هم زدی، زاب و گل نقش تن آدم زدی. خب این که جزو زمین رو آسمان قرار دادن بسیار امر مهمی است. زمین به نسبت همان رتبه هایی که عرض شد و تجلیاتی که بوده است، چنانچه گفته اند رتبه تجلی زمین اندکی پایین تر است از رتبه آسمان. آسمان رو بسیار بلندتر و عظیمتر و فراخناکتر بیان کرده اند و زمین رو تنگنا و جایی که بسیار اندک است و میتوان به فاصله ای از این نقطه به آن نقطه او رسید. اما این کهکشان کیهان در حقیقت چندان نهایتی فعلا بشر نتوانسته برایش تصور کند و همچنان که تلسکوپ ها همچنان در جهان در حال افزایش اندازه زمین هستند و هر لحظه به اندازه سرعت نور در جهان به وسعت این جهان ما افزوده می شود. اگر مباحث دیگری رو هم که فیزیکدانان نجومی بیان میکنند بیان کنیم که جهان ها و کیهان و کهکشان ها از هم باز میشوند و دچار آنتروپی هستند، اگر چنین اینها رو هم به حساب بیاوریم که جهان هر لحظه داره بسیار عظیمتر میشه، بزرگتر میشه و هر لحظه بر وسعت او افزوده میشود و بشر هم به میزانی که از آن فاصله های دور این نورهای آنها به ما میرسد، بشر میتواند اندازه زمین رو، اندازه جهان رو در حقیقت بیابد و پیدا کند. بنابراین این جهان و این آسمانی که هست و در حقیقت تمامی گرداگرد زمین میشود آسمان، چون ما هر دفعه رو به قسمتی از آسمان داریم و وقتی
حرکت انتقالی و وضعی زمین باشد، ما بقیه رو بالای سرمون رو آسمان نام نهاده ایم. بنابراین اون فضایی که اکنون اطلاعات نسبتاً مناسبی از آن داریم، این فضا همان آسمان محسوب می شود. و البته بحث کردن که این آسمان اول و دوم، آسمان هفت آسمان که در قرآن بیان شده، سماوات سب و ارزین سب، زمین های هفتگانه که گفته شده چیست؟ در مورد زمین های هفتگانه، آن هفت لایه دقیقا که زمینشناسان کشف کرده اند، اون روشن است و می توانیم بگوییم که ارزین سب زمین های هفتگانه همان است که زمینشناسان از حدود 70-80 سال قبل به این ور این رو کشف کردن. اما اینکه آسمان ها کدام است و این آسمان ها همان آسمان ماست بحث است، و البته از اهل اشراق باید شنید که میگویند آنچه که بشر اکنون با این تلسکوپ ها، با این ابزار خاص میتواند ببیند و معادلات او رو تا حدودی میتواند تحلیل کند، همه اینها مربوط به آسمان اول است و جهان اول است و تازه جهان دوم، جهان سوم تا جهانهای دیگر. و این معادلاتی که برای معادلات نجومی و فیزیکی که برای این جهان در نظر میگیرند، برای کهکشانها، برای مثلا سیاهچاله‌ها و کوتوله‌ها و موارد دیگری که بیان میکنند، همه اینها مربوط به اوضاع احوالی است که در جهان اول و آسمان اول است. در آسمان دوم ما نمیدانیم چه اتفاقاتی میافتد، شرایط به گونه دیگری باید تعریف شود و وضعیت طبیعت اونجا احتمالاً به گونه دیگری خواهد بود. میکنی جز به زمین را آسمان، این زمین که پست است در برابر آن آسمان، چگونه این زمین جز به آسمان میشود؟ در عرج قرب و در منزلت است که زمین میتواند آسمانی باشد. یعنی انسانی در این جهان و در این زمین پدید می آید که می تواند از نظر قرب و عرج از زمین که پست است به آسمان که برتر است عروج کند و از آن هم البته بالاتر رود. این است که می کنی جزء زمین را آسمان، جزئی از زمین رو آسمان قرار می دهی. می فضایی بر زمین از اختران، بالعکس از اخترانی که در آسمان هست در زمین می افزایی، یعنی از اختران به سمت زمین می فرستی. حالت عادیش میشه همین شهاب سنگ هایی که به زمین برخورد می کند و وارد می شود، اجرامی که از جو می توانن وارد زمین شوند و ما سراغشون رو گرفته ایم و همه با آن آشنا هستیم. آب را و خاک را برهم زدی. البته این یادم نره که اختران که میگوید این بحث معنوی هم دارد. بحث ظاهرش این است که از آن شهاب سنگ ها به اینجا آورده ای. شما میدانید که میگن حتی یخبندان دوم علتش یک ورود یک شهاب سنگ بسیار عظیمی بوده است که باعث شده غباری عظیم ایجاد شود و خورشید نتابد و زمین دوره یخبندان دوم خودش رو تجربه بکند و موارد دیگری که دانشمندان ما گفتند. اما بحث این نیست. اختران همچنان گفتیم در زمین از نظر رتبه کسانی رو پدید می آورد که از آسمان برترند، در آسمان هم در عالم بالا هم اخترانی هستند، اختران هدایتی هستند، انبیا و اولیا و اوصیایی هستند که آنها رو فرود می آورد بر این زمین تا ما از وجودشان بهره‌مند بشویم. منظور اینه می کنی جزء زمین را آسمان، جزئی از زمین رو آسمانی می کنی، می فضایی بر زمین از اختران و زمین رو هم آسمانی می کنی.
عده‌ای رو از آنجا برای ما ارسال می‌کنی، انبیا و اولیایی برای ما می‌فرستی که هدایت تکوینی که کرده‌ای، هدایت تشریعی هم در پی آن بیاید. آب را و خاک را برهم زدی، زاب و گل نقش تن آدم زدی. این آب و خاک رو به هم زدی. آب، خاک، باد، آتش، چهار عنصر است که قدما به این معتقد بودند و عناصر اربعه گفتند و اخلاط اربعه گفتند و قدما معتقد بودند که همه جهان، جهان ماده و این زمین از این چهار عنصر است و هر کدام رو به یکی نسبت دادند. آب بوده است و خاک بوده است و باد و آتش. بعضی ها رو صفت گرمی دادند، بعضی ها رو صفت خشکی دادند و حتی در طب سنتی قدیم بر اساس آن طبایع رو هم مشخص می کردن. حال بحثی که الان هست، این بحث تدریب تاریخ شده است. ما دیگر چهار عنصر رو نمی دانیم و آتش رو حتی یک عنصر نمی دانیم. خاک رو مجموع عناصر می دانیم و عناصری که کشف شده است و همچنان در حال کشف عناصر هستند دانشمندان از صد و چندین بیشتر رفته و بالاتر رفته و البته دیگر عناصر در اربعه خلاصه نمی شود و بیشتر است. و البته مفهوم عنصر هم تا حدودی تغییر کرده است. عنصری که اکنون در علم شیمی گفته می شود عنصری است که بدون هیچ گونه اختلاط باشد. اما ما می بینیم که خاک رو عنصر گفتن خودما، اما خاک خود ممکن است چندین عنصر رو در خود داشته باشد. از این جهت می فرماید که آب را و خاک را برهم زدی. ما مفهوم در حقیقت عرفانیش رو کار داریم و مفهوم طبیعی یا مفاهیم دیگر رو فقط بهش اشاره می کنیم، چون که مولانا دقیقا به اینها اشاره می کند و از آنها البته هدفهای والایی دارد. ز آب و گل نقش تن آدم زدی، از آب و گل تن آدم رو به وجود آوردی. باز بحث مهمی است که آیا انسان از آب و گل آفریده شده است یا بر مبنای تکامل انواعی که داروین معتقد بوده است انسان ها طی یک سری شرایط تکاملی به دنیا آمدند. اکنون دیگر هیچ عالمی و هیچ دانشمندی در جهان نیست که نظریه تکامل انواع رو رد کند. گویی که کلیسا بسیار با آن مخالفت کرده است و کلیسا جزو بیشترین کسانی است که با این نظریه مخالفت کرده و در برابر این نظریه ایستاده است، چون که دقیقاً با آنچه که در عهد جدید و عهد عتیق هست بسیار در منافات است. اعتقاد راسخ غالب ادیان این بوده است که انسان‌ها از خاک آفریده شده‌اند. حتی براش قصه‌هایی ساختند که خاک رو آوردند و آب رو آوردند، در هم زدند و از این آب و خاک یک انسانی رو به هیئت انسان در آوردند و بعد از آن در او دمیده شده و نفخت فیه من روحی و او بلند شد و نشست و آدم بود. و بعد حوا رو طبق نظر تورات، حوا رو از جانب چپ آدم به وجود آورد و زن رو به عنوان یک توفیلی خلقت، یعنی اصلا میخواهد که زن رو توفیلی نشان دهد و زن رو که از نظر اسلام هیچ فرقی با مرد ندارد، این زن رو توفیلی قرار دهد و از همان خلقت بگوید که تو وابسته هستی، تو چیزی نیستی، تو وابسته به جنس برتر هستی و خود از خود چیزی نداری. این تعابیر تعابیر توراتی است و تعابیر یهودی است و شما مستحضرید که بیشتر این تعابیر توراتی در اعتقادات وارد تعالیم مسیحیت شده است. شما میدانید که مسیحیت شریعت ندارد. مسیحیت دینی است فاقد شریعت، اما یهودیت تا دلتان بخواهد شریعت دارد. بنابراین مسیحیت آمده است و غالب شریعت یهودیت رو در خود پذیرفته است و نظریات
خاص او رو، نظریات کلامی یهودیت رو هم باز پذیرفته است و چنین شده است که مسیحیان غالباً چنین میاندیشند و اکنون در کلیسای کاتولیک یک گناه محسوب میشود اگر شخصی بگوید که انسان نتیجه تکامل انواع است و شخص گناهکار است اگر چنین بگوید. اما خب اسلام چون آخرین دین است و به اعتقاد ما دینی است که متکامل تر است و کامل تر است از نظر زمانی، حداقل 670-80 سال یا به قولی 570 باشد، حالا 620 سال بعد از مسیحیت هست و البته پیشرفت تر هست و مسیحیت قدیمی تر است، بیش از 600 سال از اسلام قدیمی تر است. از این جهت تکامل فکر بشر هم در اینجا اتفاق افتاده است و عده‌ای از بزرگان آمده اند و با آیات قرآنی ثابت کرده اند نظریه تکامل انواع داروین رو، و کتاب هایی هم در این باره نگاشته شده است. دوستان عزیزی که علاقمند هستند می توانند به این کتاب ها مراجعه بفرمایند و آیه به آیه بررسی شده است و نظریه تکامل انواع داروین توسط این آیات نهادینه شده است. با اینکه اکنون هم دو نظر در مسلمانان وجود دارد، باز که غالب آنها هم باز تابع نظریه خلقت هستند، اینکه انسان از آب و گل آفریده شد و آدم، حضرت آدم اولین بشر بود، در حالی که ما می‌دانیم بنا به قاعده تکامل انواع حضرت آدم اولین بشر نبوده است مطمئناً. وقتی که در کوههای پیرنه پیدا کردن فسیل انسان 13000 سال قبل رو و حتی کالبد شکافی کردن، فهمیدن حتی چه می‌خورده است، چه می‌کرده است، کارش چه بوده است، وقتی که ما این رو 13000 سال قبل رو در نظر بگیریم و این رو بدانیم که حضرت آدم علیه السلام 6000 سال قبل بوده است، مطمئناً حضرت آدم علیه السلام اولین بشر نیست و اولین خلق نیست. و اولین بشرها آنچنان که گفتند هومیو ساپینس ها یا انسان های مثلا نئاندرتال، انسان های کرومانی، انسان هایی که بیان شد، حداقل 55000 الی 60000 سال سابقه دارند با این شرایط و با این وضعیتی که اکنون هست. از این جهت حضرت آدم اولین بشر نیست مطمئنن، اما اولین رسول است، اولین پیامبر است. برهم زدی زاب و گل نقش تن آدم زدی، لذت هستی نمودی نیست را. نیستی فهمید لذت هستی را، لذت هستی را درک کرد، عاشق خود کرده بودی نیست را. بسیار زیباست. می فرماید که نیستی که لذت هستی را نمی دانست چیست، بنابراین تو نیست را عاشق خود کرده بودی و لذا وقتی عاشق شد لذت عشق رو و لذت هستی رو فهمید. لذت همراه تو بودن و لذت با تو بودن رو دریافت و درک کرد. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما نبودیم و تقاضا، وقتی نبودیم، خود نبودیم، تقاضا از کجا بود؟ تقاضای من هم نبود، اما الطاف تو ناگفته های ما رو میشنید. و ما نبودیم اما این نبودن ما سخنانی داشت و سخنانی با تو میگفت که تو در عین نبودن من و در عین ناگفتن من آنها رو میشنیدی. بسیار امر تو در توی است که انسان که خودش نباشد که البته نمیتواند بگوید، و وقتی بود تازه میتواند بگوید، ولی میگوید قبل از اینکه من باشم و قبل از اینکه من بگویم تو میشنیدی که من میخواستم چه بگویم. ای دعا ناگفته از تو مستجاب،
همان بحثی که عرض کردم، ای دعا ناگفته از تو مستجاب، قبل از اینکه دعا بگویی از جانب تو مستجاب شده است، جواب داده شده است. داده دل را هر زمان صد فتح باب، دل هر لحظه و هر دقیقه و هر آنیه صد بار فتح باب می شود. این دل صد بار هر لحظه گشوده می شود. از چه؟ از عنایت های حضرت ربانی، از استجابات حضرت ربوبیه. یا خفی الذات محسوس العطا، انت کالماء و نحن کالرها. یا خفی الذات محسوس العطا، چه خیلی زیباست. ای کسی که خفی الذات هستی، ذاتت مخفی است، ذاتت بر ما پوشیده است، اما عطایت محسوس است، ما عطای تو رو حس میکنیم. یا خفی الذات محسوس العطا، انت کالماء و نحن کالرها. تو مانند آب هستی و ما مانند رها هستیم. رها به آسیاب آبی میگن، یعنی اگر تو نباشی، اگر آب نباشد، این آسیاب های آبی که نمیچرخد. بنابراین انت کالماء و نحن کالرها، ما مانند رها هستیم، مانند آسیابی هستیم که آب تو ما را میچرخاند. بسیار تعبیر زیبایی است. البته این تعبیر از جانب مولانا خیلی قابل توجه هست. اگر خاطر عزیزان باشد، دوستانی که در آن جلسه ما بودند، راجع به تنزیه و تشبیه سخن گفتیم و نسبت این دو رو با هم کاویدیم و نتیجه هایی گرفتیم. این تشبیه و تنزیهی که اینجا مطرح می شود همین است. مولانا در اینجا آمده است و رابطه الوهیت با انوسیت، رابطه اله و ناس رو خیلی صمیمی و در کنار هم قرار داده است. معمولا رابطه هایی که هست خدا رو بسیار در بالا قرار می دهند و فاصله بین خدا و انسان بسیار هست. نزدیکترین تشبیه ها تشبیه مثلا نور خورشید است به انسان. میگویند خداوند مانند خورشید است و ذره های او که بر ما میتابد، ماها آنچنان رابطه‌مون با خدا رابطه خورشید و جهان است، خورشید و زمین است. یا میگویند رابطه ما با خداوند رابطه دریا و قطره است، که البته این روابط جالب است. اینجا رابطه دیگری رو میگشاید مولانا، میفرماید رابطه ما با خدا مانند آب است با آسیاب. آب در معلسه جوانان ما دیگر ندیدند اینها رو و غالبا شاید دوستان حاضر این آسیاب آبی رو ندیده باشند، ولی آن کسانی که دیدند میدانند که خود آسیاب کاملا در آب آغشته می شود و همیشه این آب لحظه قطع شود این می خواهد رابطه بسیار نزدیک و حمایتگرانه ای هست میان آب و در حقیقت آسیاب، سنگ آسیاب. این است که حقیقت هم چون این است، ما سختیم، صلبیم و او لطیف است، او آب است و ما سنگ رها هستیم، سنگ آسیاب هستیم. و سنگ آسیاب خصوصیاتی دارد، به گرد خود میچرخد، ما هم به گرد خود میچرخیم و متعون و مزعون افکار خیش و اوضاع و احوال خیشتن هستیم. از این جهت هست که این در حقیقت آب حرکت می کند و این آسیاب رو به حرکت در می آورد. خب یه بحث دیگه هم هست، در بعضی از آسیاب ها آب دیده نمی شد، آب در پس دیوار گذاشته می شد، آب می ریخت بر روی قسمت هایی که از آنجا به شدت می آمد و یک دایره چوبی رو می گرداند و توسط یک محور این دایره چوبی به آسیاب توسط این محور متصل می شد
و باعث میشد که آسیاب در اینجا بچرخد. کسی که از نحوه عمل بیخبر بود، وقتی داخل آسیاب میشد میدید که این سنگ دارد میچرخد، اما دلیلش رو نمیدانست که این از کجا میچرخد، چرا این سنگ دارد میچرخد. بایستی اندکی علم داشت بود و اندکی از بالاتر نظاره میکرد تا بداند که این آب میآید، بر آنجا میریزد و توسط یک لوله به پره های دایره وار میخورد و این حرکت میکند و این حرکت توسط محوری منتقل میشود، ولی آنها پس آن دیوار است، در پس پرده است، یعنی مخفی است. اگر بخواهیم این دو بیت رو با هم نزدیک بکنیم این چنین است: یا خفی از ذات، یعنی تو مانند آب هستی ولی کسانی که داری این جهان رو داری میچرخانی ما نمیبینیم تو رو، آب رو که نمیبینیم، ما دیوار رو میبینیم، ما اون محور رو میبینیم. یا خفی از ذات محسوس العطا، ولی عطای تو محسوس است. این آسیاب که میگردد عطا میکنی و ما گندم را در آن آرد میکنیم و نان میپزیم و نان رو به جان تبدیل میکنیم، در اینجاست که این اتفاق میفتد و محسوس العطا هست. با اینکه خودتو دیده نمیشوی، ای خدایی که خود دیده نمیشوی، ذاتت رو ما درک نمیکنیم، ولی عطایت برای ما محسوس است. تو بهاری ما چو باغ سبز خوش، او نهان و آشکارا بخششش خش. بخونیم که اینم بشه بخششش. تو بهاری ما چو باغ سبز و خش، او نهان و آشکارا بخششش. میگوید تو مانه بهار هستی، ما مانه باغ هستیم. بهار رو الان کسی میتواند نشان دهد؟ اکنون در بهار هستیم، آیا کسی میتواند بهار رو به ما نشان بدهد؟ کدام یک از ما میتوانی بگوی این بهار است؟ کسی نمیتواند نشان دهد. ولی پس چگونه میتوان از وجود بهار آگاه شد؟ مگر ما هر کدام شک داریم که الان بهار است؟ همه مطمئنیم، اما اگر به ما بگویند بهار را به ما نشان بده، کدام قادریم که بتوانیم بهار را نشان دهیم؟ ممکن نیست. تو بهاری ما چو باغ سبز و خش، او نهان و آشکارا بخششش. خودش نهان است، اما بخششش که در این جهان است، این درخت‌های زیبا، این گل‌های زیبا رو می‌رویاند، بخشش بهار است. ما درست است که بهار را نمی‌بینیم، ولی بخشش او آشکار است. وجود خداوندم چنین است، خداوند بهاری است جاودان که هر چی که ما داریم از اوست و بخشش ما، بخشش او هر لحظه بر ما افاضه فیض می‌کند و ما هر لحظه مستفیض می شویم از جانب او. تو چو جانی ما مثال دست و پا، قبض و بست دست از جان شد روا. تو مانند روح هستی، ما مثال دست و پا هستیم. اگر من دست تکان می دهم به واسطه روح هست، اگر روح نبود من قادر به تکان دادن دست نبودم. تو چو جانی ما مثال دست و پا، قبض و بست دست از جان شد روا. قبض یعنی بستن، بست باز کردن. من که الان دستم رو باز و بسته می کنم، این از جان است، وگرنه اگر به مرده بگویید یک بار فقط دستت را باز کن، آیا می تواند؟ بگویید دستت را یک بار ببند، آیا می تواند؟ همه از جان است، همه از روح است. می گوید هر چه که در جهان هست و ما که هستیم، همه مانند دست و پا هستیم، مانند عروسک های خیمه شب بازی هستیم که به واسطه تنابهایی و نخهایی نامرئی به بالا متصل شده ایم و اگر او دست ما را تکان ندهد، دست ما هرگز تکان نخواهد خورد. تو چو جانی ما مثال دست و پا، قبض و بست دست از جان شد روا. تو چو عقلی ما مثال این زبان، این زبان از عقل دارد صد بیان. میگوید وقتی ما سخن میگوییم، این سخن گفتن نشان چیست؟ آیا عقل رو میتواند کسی نشان دهد؟ آیا عقل مجسم رو مانند بهار است؟ آیا عقل را کسی میتواند نشان دهد که این عقل است؟ هیچ کس نمیتواند. ولی بدون عقل خود خفی است، عقل خود مخفی است،
اما عطایایش آشکار است که ما وقتی سخن میگوییم انشاءالله که بر اساس تعقل سخن میگوییم، انشاءالله که از عقل خود بهره میبریم و سخن میگوییم. اگر سخنی عاقلانه از ما میرود، اگر سخنی عاقلانه از ما صادر میشود، مطمئنن در نهاد آن و در نهان آن عقل است که ما رو به آن وادار میکند. تو چو عقلی، میگه خدایا تو مانند بهار هستی، تو مانند روح هستی، تو مانند عقل هستی. میخواهد همان تشبیهه، میخواهد ما با خدا نزدیک بشیم، بدونیم که خدا به ما خیلی نزدیک است. تو چو عقلی، ما مثال این زبان، این زبان از عقل دارد صد بیان. تو مثال شادی و ما خنده ایم. شادی رو میتونید نشان بدهید؟ نه. ولی وقتی میخندیم، این خنده حکایت از یک شادی دارد. خدا نیست، مانند شادی است که نیست، ولی خنده در ما نشان میدهد که شادی وجود دارد، که نتیجه شادی فرخنده ایم. روز نور و مکسب و تابم توی، شب قرار و سلوت و خوابم توی. روزها نور من و مکسب من، چیزی که کسب میکنم، و تاب و توان من تو هستی. و شب هم قرار و آرامشم و سلوت و سکوتم و خوابم و سکونم تو هستی. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. ای خدایی که فضل تو و بخشش تو و بخشش عام تو حاجتها رو روا می کند، هر احتیاجی که ما داشته ایم تو آنها رو روا کرده ایم. این همه احتیاجی که انسان دارد، انسان جز محتاج ترین موجودات است. شما مستحضرید که یک سنگ اینقدر احتیاجات ندارد که ما داریم، یک آب اینقدر احتیاج ندارد، و یک حیوان به اندازه ما محتاج نیست. احتیاجات بشر بنابه اینکه ترقی می کند سطح زندگی بشر، احتیاجات او هم افزون می شود و بیشتر می شود. خداوند با فضل خود همه این حاجت ها رو روا کرده است و احتیاجات رو برطرف کرده است، بدون اینکه ما بدانیم. بدون اینکه ما بدانیم قلب ما در حال نواختن است و در حال زدن است و در حال رساندن خون و اکسیژن و مواد غذایی به تمامی سلول‌های بدن ماست. بدون اینکه بدانیم ما داریم نفس می‌کشیم، بدون اینکه بدانیم هورمون‌ها در بدن ما ترشح می‌شوند، بدون اینکه بدانیم همه فعل و انفعالات خاص در بدن ما به سرانجام می‌رسد، میکروب‌ها از بین می‌روند، ویروس‌ها کشته می‌شوند و هزاران کار دیگر انجام می شود، بدون اینکه ما توجه کنیم. ما به همه آنها احتیاج داریم، اما این احتیاج رو بدون آنکه بدانیم خداوند برای ما مقرر کرده است. با تو یاد هیچ کس نبود روا. بحثی که مولانا اینجا مطرح کرده، روا، بحث روایی و ناروایی، بحثی است که اخیراً در حوزه فلسفه و فلسفه غرب بسیار مطرح شده و نیاز باشد راجع به این سخن میگیم که روایی و ناروایی بحث بسیار جدیدی است. و اینکه روایی چیست، یعنی چه چیز روا هست و چه چیز ناروا هست، این روایی و ناروایی رو چه چیزی و چه شخصی تشخیص میدهد، آیا عقل بشر میتواند این روا و ناروا رو تشخیص بدهد، یا شریعت میتواند این روا و ناروا رو تشخیص دهد، یا علم تجربی میتواند اینها رو تشخیص دهد. منبع تشخیص این روایی و ناروایی چیست؟ روایی هایی که در جامعه هست، روایی هایی که در خود انسان است، روایی هایی که در همه شئون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد. آیا ربا گرفتن رواست یا نارواست؟ خب اینها رو بایستی بحث کرد که آیا این روایی و ناروایی رو چه کسی معین می کند؟ کدام منبع این روایی و ناروایی رو مشخص می کند؟ آیا خود بشر به ما هو بشر از آن جهت که انسان است، آیا می تواند این روایی و ناروایی رو تشخیص دهد، یا نیازمند یک آهنگ دیگری است، نیازمند یک کمک دیگری است، نیازمند مذهبی است، نیازمند دیانتی است، نیازمند هر چیز دیگری است که این روا و ناروا رو برای ما تشخیص بدهد؟
ظلم رواست یا ناروا، علم رواست یا ناروا، همه آنچه که در جهان هست این رو نسبت به روایی و ناروایی آن میسنجن و نسبت به ریشه روایی و ناروایی مباحث بسیار فراوانی انجام شده است. مولانا نظرش این هست که با تو یاد هیچ کس نبود روا. یکی از روایی ها و ناروایی ها این است. روایی این است که فقط به یاد خدا باشیم و ناروایی این است که به یاد غیر خدا باشیم و این روا و ناروا را هم ممکن است با شهود و با عرفان با مکاشفه درک کرد، ممکن است با علم، ممکن است با عقل و ممکن است با هر چیز دیگری مانند نقل به آن رسید. حضرتت پر رحمت است و پر کرم. حضرت تو آنجایی که حضور داری، یک حضور داریم یک حضرت داریم، حضرت عمقش از حضور بیشتر است. حضور هم آن است که خود شخص نیست بلکه حضور آن شخص و حضور آن فرد در آنجا هست. بنابراین ما وقتی که به خود شخص اشاره میکنیم میگوییم شما تو، اینجا مستقیما با جسم او یا با شرایط خاصی که او دارد با او برخورد میکنیم. یک زمان هست که ما با حضور او برخورد میکنیم، با فضای اطراف او هماهنگ میشویم. این که این حضور و شرایطی که وجود دارد در حقیقت عمیق‌تر و بسیط‌تر و عظیم‌تر و وسیع‌تر از خود آن شخص است. در حضرت این عمق و این وسعت و این عمومیت خیلی بیشتر میشود. بنابراین گفتن همه جهان حضرت حق تعالی است، یعنی خداوند به اندازه‌ای که حضور دارد همه جهان محضر اوست. حضور و محضر و حضرت همه تقریبا به یک قسمت است، به یک معنی است و حضرت البته از همه آنها بیشتر است. بنابراین واژگان حضرت رو معمولا در افراد عادی بد دانستن که به کار ببریم، بلکه به اندازه نسبتی که فرد با اشخاص دیگر دارد، به نسبت قدرتی که یک فرد دارد، به نسبت شعاع عظمت شخصیتی که یکی دارد، آن حضرت او و حضور او رو مشخص می کند و محضر او رو در حقیقت تعیین می کند. این حضرت که وجود دارد فقط از آن کسانی است که بتوانند این حضور رو به اوسع محاضر تطبیق بدهند و وسیع‌ترین محضر رو در آنجا بتوان درک کرد. حضرتت پر رحمت است و پر کرم. نمیگه شما خودت پر رحمت هستی، خود پر کرم هستی. میفرماید حضرتت، یعنی آن عظمت وجودی و آن عمق وجود و آن استعداد وجودی عظیمی که وجود دارد در اشخاص متفاوت است. ممکن است یک سنگ، حضرت یک سنگ چقدر است؟ یک مکان مشخصی است، تا جایی که این سنگ پرتاب شود حضرت او آنجاست. حضرت یک درخت چقدر است؟ تا جایی که اثرات او به آن سمت برود و اثرات او منتشر شود. نهایتا شاید شما بگویید مثلا 4-5 کیلومتر بیشتر نیست اثرات یک درخت که باد بوی او رو ببرد، مثلا برگ او رو ببرد یا به این شکل. در حقیقت آن حضور آن درخت است. هر قد که موجودات از لحاظ وجودی برجسته تر و بیشتر می شوند، حضرات آنها هم عظیم تر می شود و بزرگتر می شود. حیوانات که از نباتات اندکی پیشرفته ترند، حضرتشون بیشتره، چون که تداومشون و تداولشون و حرکتهاشون بیشتره و عمومیت حرکتی اونها بیشتر است. یک حیوان ممکن است در یک زمانی کیلومترها حرکت کند و آن در حقیقت او حضرت او خواهد بود. در مورد انسان هم چنین است که اندیشه های یک انسان به هر قد و به هر اندازه که نفوذ می کند آن حضرت اوست و همچنان رفته رفته وقتی که در حقیقت درجه وجودیت و درجه موجودیت شخص بیشتر می شود، حضرت او وسیع تر می شود و حضرت او گشاده تر می شود. از آن جهت است که وقتی تمامی اثراتی که در این جهان هست از جانب
حق تعالی ایفاد می شود و انفاذ می شود، همه اینها معلوم می شود که چون وسیع ترین حضرت حضرت اوست، حضرت او حضرت با کمال و بی نقصان است، حضرت او بی نهایت است. از آن جهت است که حضرت رو به این شکل تعریف کردند. حضرتت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم. میگوید وجود که عاشق آن موجد باشد و به وجود آورنده باشد اشکالی ندارد، اما اینجا عدم هم خود عاشق است. عدم که هنوز در وجود نیامده است چگونه میتواند عاشق باشد؟ مولانا میفرماید که عدم رو هم خودتو آفریده ای، و عدم از آن جهت عدم است که قرار است روزی به وجود تبدیل شود، مبدل به وجود شود، و از آن جهت که روزی مبدل به وجود خواهد شد، بنابراین او هم دعاگوی تو هست و عاشق تو هست. یعنی هر چه در جهان هست و هر چه در جهان نیست او عاشق تو هست. همه شنیده این که آنچه در جهان است عاشق معشوق است، ولی این که آنچه در جهان نیست هم عاشق باشد، این سخن شگفت مولاناست. کفر و ایمان عاشق آن کبریاست، مس و نقره بنده آن کیمیاست. مس و نقره که به مس از آن کیمیا می زدن، و کیمیا علمی است که علم تبدیل جواهر اشیا، جوهرهای اشیا به اشیای سخیف و رسیخ، به اشیای برتر و بالاتر، مانند اینکه مس رو به طلا تبدیل کنند و یا نقره رو به طلا تبدیل کنند، از این جهت هست که قدما معتقد بودن با کیمیا میتوان چنین کاری رو کرد. همان کیمیا یا کیمستری یا همان شیمی، همان علمی است که قدما بودن این علم رو تا حدی داشتند و گفتن که یک اکسیری رو هم به وجود آورده بودن که بتوانند مس رو تبدیل به طلا بکنن. من از یکی از دانشمندان شیمی پرسیدم که آیا اکنون چون این کیمیایی ممکن است به وجود بیاید و باشد؟ فرمودن بله این ممکنه، ولی انقدر هزینهش زیاده که باید ما صدها کیلو مثلا پول طلا رو باید بدهیم تا اینکه بخواهیم این مس رو به طلا تبدیل کنیم، و اصلا چون ارزشی ندارد از این جهت الان دیگه این رو انجام نمیدم. ولی خب این که بتوان چون این کاری رو کرد و بتوان به با تغییر الکترون ها و با تغییر در حقیقت اون مدارهایی که دارد بتوان این رو تبدیل کرد مواد رو به یکدیگر، این امر حالا مستحدثی است و گویا امکانش هست. منتها قدما این کیمیا رو به شکل خاص در نظر می گرفتند و به دو نوع، یکی با ساختن مواد کیمیا رو می ساختند و یکی هم به وسیله تلسمات و به وسیله علوم جفر و اینها که کارهای انجام می دادند، که باز ما در حیطه اون نیستیم و راجع به آن سخنی نمی گوییم. اما چیزی که مهم است اینجا می‌فرماید کفر و ایمان عاشق آن کبریاست. این نظر عجیبی است که مولانا دارد. مولانا میگوید نه تنها ایمان عاشق کبریای حق تعالی است، بلکه کفر هم عاشق اوست. اساسا کفر چیست؟ مولانا در بحث قبل هم گفتیم که خداوند فرمود و قضا رب با که الله تعبدو الا ایه، و خداوند مقضی فرمود و حتمی فرمود که جز خدا رو عبودیت نکنید. وقتی جز خدا عبودیت نشود، پس هرچه که غیر خدا عبودیت می شود آن عبودیت ها هم به خدا برمی گردد. اگر کسی دنبال سنم و وثنه است و سنم رو عبودیت و پرستش می کند، در حقیقت خداوند رو پرستش می کند. وقتی کسی زیبایی یک گل رو پرستش می کند و ستایش می کند، در حقیقت زیبایی خداوند رو ستایش می کند و سپاس از آن می گوید. بنابراین آن چیزی که انسان حمد می گوید به این لحاظ که الحمدلله رب العالمین، تمامی حمدها
مخصوص خداوند است، از این جهت هیچ حمدی برای غیر خدا ممکن نیست. اصلا تمامی محامدی که هست فقط برای خدا میتواند باشد. هرچند که یک کافر در جایی نشسته باشد و یک بتی را حمد کند، یک بودایی بودا را حمد کند، ولی مهم نیست. همه اینها نهایتا برمیگردد به آن جمیل مطلق و آن جمال کل و آن خدای لاشریک، و همه اینها در آن وحدت منسجم و متجلی خداوند منجلی می شود و دقیقاً در آن وحدت مستحیل می شود. کفر و ایمان از نظر عرفا با هم هیچ فرقی ندارد. اصلا می گوین کفری وجود ندارد. کفر یعنی چه؟ کفر یعنی پوشاندن روی ایمان. مگر می توان روی ایمان رو پوشاند؟ مگر کسی می تواند حقانیت خداوند رو بپوشاند؟ چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. از اون شعرهای مشهور است که همه حفظید. این که خداوند رو، جمال خداوند رو و نور خداوند رو مگر کسی میتواند منتهی کند؟ مگر کسی میتواند نور خداوند رو مسکوت کند و نگذارد که این نور تلالو کند؟ چون این چیزی ممکن نیست. اصلا کفر ممکن نیست، همچنین که شرک ممکن نیست. خداوند آنقدر واحد است و واحد احدی است که اصلا تصور دوئیت برای او ممکن نیست. فلاسفه برای اینکه به یک چیز محال مثال بزنند که یک چیز محال است که در ذهن هست ولی در عین هرگز پیش نخواهد آمد، میگویند شریک الباری. یک مثال دارن، این مثالی که میخواهند وقتی میزنن که این مثال رو که بگوین اصلا محال است، چون چیزی اصلا وجود ندارد، نه وجود ذهنی دارد، نه وجود عینی، نه وجود خارجی دارد. آن شریک الباری هست، یعنی شریک خداوند. اصلا چنین چیزی وجود ندارد. بنابراین آنهایی که ادعای شرک میکنن و با خدا یکی دیگر رو میپرستند، اینها هم در حقیقت موحدند. مولانا میگوید اینها مانند در حقیقت افراد دوبین هستند، افرادی هستند، افراد لوچ هستند که همه چیز را دو میبینند. اگر من این میکروفون رو دو ببینم، آیا حقیقتا این دوست؟ این که میگوید یکتابین باشید و بینش رو و دید رو عوض بکنید، این مهمه. حال کسی بگوید یک خدا هست، یک خدای دیگری هم با اوست، یعنی برای خدا یک شریکی هم قائل شود، آیا این دو دیدن او منجر به این میشود که ما بدانیم که این یکیست یا دوتاست؟ اگر این در حقیقت یکیست، چه ضرری میرساند من آن رو ده تا ببینم؟ در واقع الامر چه فرقی ایجاد میشود؟ چه مسئله ایجاد میشود؟ بنابراین اگر کسی لوچ است، اگر کسی یک چیز را دوتا میبیند، اشکال از اوست، اشکال از آن شیء و آن اصل وجود ندارد. بنابراین این که ما بگوییم دوتاست، چهار تاست، ده تاست، هزار تاست خداوند، به اصل آن هیچ ربطی ندارد و اصل آن همان است که بود. بنابراین هم کفر، هم ایمان، هم شرک، همه اینها در حقیقت یک چیز است. کافران مؤمنترین اشخاصند. چرا؟ چون که ایمان دارند، منتها جاشو عوض کردند. همین مادیون که خیلی آتئیست ها و کسان دیگر که اظهار میکنن که خدایی وجود ندارد، وقتی با اینها سخن بگوییم، اگر ما سلسله معلولات، سلسله ممکنات رو کنار هم بچینیم، بگوییم خب این را فلان ایجاد کرده است و این هم زایده آن است، آن معلول آن است، آن معلول آن است، تا غیر نهایه بره، نهایتا ما و مادیان فقط یکی فرق داریم. اونها میگویند آن به وجود آورنده اصلی، آن ماده بوده که خود به خود انجام شده است. ما میگوییم یک پله بالاتر برید،
یک پله بالاتر برید آن خداست. تفاوت ما هزار و ده هزار و اینها نیست. وقتی که این سلسله ممکنات رو، میلیاردها سلسله ممکنات رو شما بسنجید و برید، آخرش تفاوت ما و مادیون که خدا رو قبول ندارن فقط یک شماره هست، یک حلقه هست که آنها میگویند این ماده است که تصادفاً این جهان رو به وجود آورده است. ما میگوییم یک قدم بالاتر، یک پله بالاتر خداست که آن ماده را به وجود آورده است و بعد این ماده این جهان رو به همین شکلی که شما میگویید پدیدار ساخته است. کفر و ایمان عاشق آن کبریاست، مس و نقره بنده آن کیمیاست. خلق با صد دیده اعماز این کرم. مردم صد دیده دارن، چشمای درشتی دارن ماشاءالله مردم، اما و خیلی هم تیزبین هستند، ظاهر رو خیلی خوب میبینند ولی اصل رو نمیبینند. با صد دیده اعما هستند و کورند از این کرمی که تو بر آنها میباری. دیده ایده کین کرم را بنگرم. خیلی زیباست، یک دیده ای به من بده. ببینید، میداند که انسان خود نمیتواند ببیند. مولانا مستحید در ذات پروردگار است. کسی است که نمیگوید من تو را میبینم، میگوید دیده ای به من بده تا کرم تو را ببینم، و اگر تو آن دیده را به من ندهی من نخواهم توانست ببینم. نه اینکه من میتوانم ببینم، آن دیده دیدن رو هم باید خود او به ما بدهد. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. یک آبی هست، مولانا از این مثال خیلی استفاده کرده، مثال عینی و معینیه. میگوید وقتی که خار و خاشاک زیاد روی آب رو بگیرند در مرداب ها، چون اتفاقی میفتد وقتی انسان میبیند، وقتی میگوید این چیست، میگوید خار است و خاشاک است، این برگ هایی است که اینجا هست. ولی اگر چشم باطن بین داشته باشد و با عقل بنگرد، میبیند که زیر این آبی است عمیق، زیر این در حقیقت خار و خاشاک آبی است بسیار لطیف و زیبا. این است که مولانا میگوید ما هم این جهان رو که میبینیم، این جهان نقاب آن جهان است، نقاب حضرت معشوق است که ما مظهر او رو نمیتوانیم ببینیم. بنابراین باید اینها رو کنار بکشیم و از پس این منظر به آن سو نگاه کنیم. آن چیزی رو هم که ما میتوانیم با آن خدا رو ببینیم، آن دیده رو هم باید خود خداوند به ما بدهد. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، یعنی من فقط بینش، فقط آگاهی میخواهم از تو، چیز دیگری نیاز ندارم. اگر من این بینش و آگاهی رو داشته باشم، همه چیز رو خواهم داشت. تا نپوشد بحر را خاشاک و خس، چشم بند خلق جز اسباب نیست. هر که نگذشت از سبب ز اصحاب نیست. اسباب علتی که هست. میگوید مولانا این کلمه چشم بند رو زیاد به کار برده است. چشم بند یعنی این که چیزی هست میآید جلوی چشمان ما رو میگیرد. این چیز که جلوی چشمان ما رو میگیرد اسباب است. اسباب یعنی چه؟ سببی که موجب به وجود آمدن مسببات است، علت هایی که موجب وجود آمدن معلول ها هست. این سبب و مسببات است که جلوی دید ما رو میگیرد. مثلا ما مریض میشویم، مراجعه میکنیم به یک پزشک، پزشک حاضر به ما راه رو نشان میدهد و به ما داروهایی رو معین میکند و ما این دارو رو مصرف میکنیم و نهایتا بهبودی مییابیم. حال کسی که در گرو اسباب است میگوید بله، من این قرص را که خوردم، این قرص رفت و فلان فعل و انفعالات رو در بدن من ایجاد کرد و آن بیماری و آن ویروس ها یا هر چیز دیگر رو تأمین کرد و علاج کرد. اگر از او بپرسند تو چگونه در حقیقت خوب شدی، چگونه بهبود یافتی، میگوید این دارو مرا بهبود داد. حال کودکی بوده است، باباش برده این رو دکتر و براش این دارو رو گرفته.
به این کودک بگویی چه کسی تو را شفا داد؟ میگه بابام منو شفا داد. حال ممکن است این بابای این شخصی رو شفا داده باشد، ممکن است این قرصها و این داروها و این شربتها او رو شفا داده باشد، ولی یک چیزی رو در نظر نگرفته که آن طبیب حاذقی که این قرصها رو برای او تجویز کرد، او شأن اعلایی دارد، شأن بالاتری دارد. اگر او نبود و اینها در دسترس او قرار نمی گرفت، چنین اتفاقی نمی افتاد. شاید یکی بگه که مثلا کارخانه داروسازی فلان من رو شفا داد، اگر او این داروها رو نمی ساخت چنین نمی شد. یا بگوید آن شیمیدانی که اینها رو، آن داروشناس و داروسازی که اینها رو فرمودش رو به دست آورد مرا شفا داد. همه اینها درسته. این که بگویم طبیب مرا شفا داد، همه اینها درسته. اینها همان سبب هاست، سبب هایی است که چشمبند انسان است. سبب دارو چشمبند من است از اینکه من طبیب رو و پزشک رو و اهمیت وجود او رو درک بکنم. این چشمبند من می شود، چرا که معتقدم این اسباب و سبب هاست. یکی ممکنه بگوید که پول من سبب بهبود من بوده است. اگر من پول نداشتم و این داروها را نمی خریدم و به طبیب مراجعه نمی کردم، بنابراین من بهبود نمیافتم، بنابراین حتما پول من است. خب ببینید، همه اینها درسته، هر کدام از اینها درسته، ولی هر کدام قسمتی از سلسله سبب و مسببی و قسمتی از این شرایط سبب و مسببی رو از آن خود دارد. همه این سبب و مسبب ها برمیگردد به چی؟ از دیدگاه ما خداوند شافی است و هو شافی، شفا دهنده فقط اوست، فقط خداست که شفا میدهد. در قصه اول مثنوی معنوی خوانده اید که وقتی آن کنیزک مریض شد و همه حاذق‌ترین طبیبان آمدند، برعکس تمامی داروها نتیجه عکس داد. این که خداوند است که شافی است، خداوند است که شفا میدهد. اما این سلسله مراتب اسباب و مسببی چشمند خلق می شود. مردم وقتی این رو می بینند از پشت ماجرا بیخبرند و بنابراین این تبدیل به چشمند می شود. من فقط سببهای نزدیکتر رو می بینم، نه سببهای دورتر رو. سببهای ابعد رو و علل بعید رو نمی توانم تشخیص بدهم، علل نزدیک رو تشخیص می دهم. یک تصادفی انجام شده است، 10 ماشین به هم کوبیدن. من اگر خوب بدانم میدانم که عامل اصلی آن ماشین 10 است که به همه اینها زده است و به این تصادف اتفاق افتاده است. ولی کسی که سبب بین است، او فقط میگوید خب ماشین عقبی رو مقصر میداند، در حالی که بایستی همه آنها این تقصیر رو داشته باشند. در همه سلسله علل ممکنات این اتفاق به وجود می آید و هست. چشمبند خلق جز اسباب نیست، هر که نگذشت از سبب ز اصحاب نیست. اصحاب ما یعنی کسی که اهل صحبت است، هر اهل هم نشینی با خداوند است. کسی که از سبب ها نگذرد و به خدا نرسد از صحابه و از اصحاب نیست. یا الهی سکرت ابصارنا، ای خداوند ابصار ما، چشمان ما مسدود شد و بسته شد. فعف و انا سقلت اوزاننا، پس عفو کن از ما، ببخشای بر ما که وزنهای ما و گناهان ما و ندانستنهای ما بسیار سنگین شد. و اما من سقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار هامیه، آنچه که در قرآن آمده است. این که ثقلت اوزاننا یعنی وزن بی‌بصیرتی ما، وزن چشمبندی ما و وزن توجه به اسباب ما از حد گذشت و فراوان شد، سنگین شد. سکرت ابصارنا از گرفته شده از یک آیه هست، آیه ظاهراً 15 سوره مبارکه حجر هست که در آنجا این رو آورده از دیدگاه
اون کافران که میگویند یا الهی سکرت ابصارنا، آن کافران گفتند که سکرت ابصارنا، چشمان ما مسدود شد، بسته شد. فعفو عنا، پس ببخشای بر ما. راجب سکرت توضیحی ظاهرا لازم است، همه اهل فن هستید، اهل ادبیات و با ادبیات عرب هم آشنا هستید، بد نیست این بحث رو اینجا مطرح کنیم. در حقیقت سین و کاف و را هر دو معنای سد است، معنای مسدود کردن و سد کردن. سکره یعنی سدده، یا معانی دیگری هم میتوانی برای آن در نظر بگیری. یکی سکره یسکرو هست بر وزن نصر ینصرو، یکی هم سکره یسکرو بر وزن علم یسکرو علم یعلمو هست، یکی بر در باب نصر ینصرو، دیگری در باب علم یعلمو. سکره یسکرو، آن که میگوین سکره یعنی مست شد، سکره یعنی مسدود شد، بسته شد. البته خب معنیش معلومه، در سکران و در مستی هم چیزی وجود داره به نام سد، آنجا هم عقل مسدود می شود و قسمتی از قضیه مسدود می شود و انسان نمی تواند از عقلش آنچنان که شایسته و بایسته هست استفاده کند. بعد گفتن مثلا سکرت البحر، یعنی بحر که مواج بود خاموش شد و ساکت شد. سکرت نهر، وقتی که نهر رو از جلوش از آن سرچشمه ببندند بهش میگن سکرت نهر، نه اینکه نهر در حقیقت مست شد، بلکه سکرت به یه معناست و سکره به معنای مست شدن است. گویی اینکه در اصل همین ها با هم توافقی خاص دارند. اینجا که از سکرت باید سکره بخوانیم، یعنی سکرت ابصارنا، یعنی ابصار ما مسدود شد، چشمان ما بسته شد و ما نتوانستیم که آن را ببینیم. از این جهت است که این سکره و این سکره با همدیگر متفاوت است. پس سکره معنای بسته شدن، بستن است، سکره معنای مست شدن است. و البته در همه اینها خود یک نوع بسته شدن و مسدودیت هم وجود دارد. پس معنی این هست، یا الهی سکرت ابصارنا، ابصار ما بصر چشم، ابصار جمعشه، ابصارنا چشمان ما مسدود شد و ما نمیتوانیم که ببینیم و حیرتی که بوده است جلوی چشم ما آمد و ما خیلی از چیزهای رو حقایق رو نمیبینیم، همچنان که اسباب رو میبینیم ولی صاحب اسباب و مسبب الاسباب رو نمیبینیم. از آن جهت هست که چشمان ما بسته شده است. فعفو عنا، عفو هم از عفیه هست و از عفوه هست، هر دو به یک معناست. عفو یعنی بخشودن و عفیه یعنی از بین بردن. اینها هم باز در زبان عربی این معمول است که کلماتی که نزدیک به هم هستند، اینجا عین و فا کنار هم هستند، از نظر معنی هم با هم قرابت معنایی دارند. عفو هم به گذشتی میگویند که اثرش کلن عفا شود، نابود شود. و عفیه یعنی نابود کرد، یک چیزی از بیخوبون از بین رفت و عفو رو هم از آن گرفتند. عفو یعنی بخشش، بخششی که هیچ اثری از ندامت در آن باقی نماند، اثری از نارضایتی اون عافی در معفو و عنه باقی نماند. چون خلق تل خلق که یربه علی، این رو میتونیم هم خلق تل خلق بخونیم چون که با خدا داره صحبت میکنه، هم میتونیم بگیم خلق تل خلق. این روایتی است که حدیث قدسی است که فرمود خلق تل خلق لیربه علی، من خلق را آفریدم تا از من سود برند. لا لأن اربح علیهم، نه اینکه من از آنان سود بگیرم. در داستان موسی و شبان هم این رو مولانا می‌فرماید که خداوند می‌گوید من نمی‌خواهم که سود ببرم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم،
من میخواهم که بر بندگان جودی بکنم، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من این خلق رو به خاطر اینها بوده، این خلق چه سودی برای من میتوانند داشته باشند. همین حدیث قدسی عظیم است که خدا میفرماید که من خلق رو آفریدم، جهان رو آفریدم تا اینکه این جهان از من سود برند، نه اینکه من از آنها سود ببرم. پس هرچه که خداوند بر ما حتمی و مقدر داشته است به نفع ماست. برای خدا هیچ نفعی ندارد، برای خدا فرقی ندارد. همه جهان باشند برای او یکسان است، همه جهان نباشند هم باز برای او یکسان است. چون خلقت الخلق که یربه علی، چون که خود فرمودی که من خلق را آفریدم، کی و لکی برای این که حرف تعلیل است، کی تا این که یربه علی، رب یعنی سود دیگه، یربه علی برای این که مردم و خلق ربه بگیرد، از من سود ببرد. لطف فرمودی تو ای حیوم قی، ای خداوند تو که حیوم بودی، قیوم بودی و حی بودی، قیوم یعنی برپایدارنده تمامی موجودات و این زمانی قیمومت امکان دارد و قیومیت زمانی امکان دارد که حی باشد. بنابراین صفت حی مانند صفت علم خداوند از صفات متجلی خداوند است، از صفات عظیم خداوند است که بقیه صفات وابسته به آن هستند. لطف فرمودی تو ای قیوم حی، لال اگر به علیهم جود توست. جود تو و بخشش تو چیست؟ این است که من نخواستم که از آنها سود ببرم. که شود زان جمله ناقص ها درست، همه ناقص ها به واسطه آن جمله ای که فرمودی همه درست در می آید. ای کریمی که کرم های جهان محو گردد پیش ایثارت نام. هر کسی که کریم باشد، کریم تر از کریم باشد، در برابر تو کرمش هیچ است. از غفوری تو غفران چشم سیر، خود غفران، خود بخشش. شما مستحضرید در عربی بسیار مطرح این قضیه که وقتی بخواهند یک کسی رو بیشتر از همه بستایند و یک نسبتی رو به او بیشتر نسبت دهند، مثلا میگویند فلان کس عادل است. وقتی خیلی عادل بود، لفظ مصدر رو به جای اسم فاعل به کار میبرن، میگوین فلانون عدلون، نه اینکه فلانون عادلون. خب یعنی عادل بودن برای او کم است، او خود عدل است، عدل مجسم است، عین عدالت است. مانند اینکه به کسی میگوین فلان کس عالم است، خب این وقتی بگوین علیم است یعنی خیلی میداند، برتر از عالم است. وقتی بگوین و علمون یا علمون، او کاملا علم است، یعنی انقدر در علم غوطه خورده است و در او پیش رفته است که به خود آن تبدیل شده است و صفت و تبدیل به خود صفت شده است، موصوف در آن صفت انقدر پیش رفته است که خود تبدیل به آن صفت شده است. اینجا همچنین است، میگوید غفران که بخشش است، اونقدر غفور هستی، خدا من غافر هست، درسته، غفور هم هست، غفار هم هست، اما همه اینها که درجه درجه و مرتبه مرتبه بالاتر می رود، اول غافر است، بالاتر از اون غفور است، بالاتر از آن غفار است، بالاتر از همینها غفران است. خود غفران در محضر اوست. از غفوری تو غفران چشم سیر، روبهان از عفو تو بشیر چیر. روشنه که روباهان و شیران چیره می شوند. بی حدید و در کمال و در جلال، هم در جلال عظمت و هم در کمال تو بی حد هستی، حد و حدودی نداری. در کجی ما بی حدیم و در زلال، اولش ما هم در کج بودن بی حد هستیم و در زلال و گمراهی هستیم. حد یک معنی هم دارد به معنای تعریف، حد در منطق به معنای تعریف کردن هست. مثلا میگوین این تعریف به حد است، تعریف به رسم است. این حالی که در منطق صورت لابد خوانده اید این موارد رو، این وقتی که سخن از حد گفته میشود یعنی تعریف. تو بی حد هستی یعنی بدون تعریفی و قابل تعریف نیستی.
بیهدی خیش بگماره کریم بر کجی و بیهدی مشتی لعیم. لعیم یعنی پس این مشتی لعیم که امثال ما باشیم، امثال من باشم، اینها آن بیهدی خودت رو بر ما بگمار و ما رو هم مانند خود نیکو کن. بهر ما نه بهر آن لطف نخست که تو کردی گمرهان رو را باز جست. بهر ما این کار رو بکن و الا آن لطف نخستی که تو داری آن همچنان بیحد است و آن فقط راستی و درستی است، ولی تو در آنجا گمراهان رو باز جستی، گمراهان رو پیدا کردی و آوردی و آنها رو هدایت کردی. همچنان ما رو هم باز بجوی و برگردان و گمراهی ما رو هم درمان کن و به راه هدایت و رشاد هدایت فرما. ای به داد رایگان صد چشم گوش، نیز رشوت بخش کرده عقل و هوش. بدون رشوه عقل و هوش داده ای و رایگان هم صدها چشم و گوش داده ای. یکی از دوستان میگفت الان اگر کسی بخواهد یک چشم رو ببرد و مثلا خدای نکرده لازم باشه که یک چشم رو پیوند بزنن، دو چشم رو حساب کرده بود یک انسان چند میلیارد پولش میشد. میگفت که ما مجانی اینها رو داریم، رایگان اینها رو داریم. اگر ما این دست رو نداشتیم، این انگشت رو نداشتیم، اگر میخواستیم تازه پیوندی بزنیم، این چقدر برای ما دقیقت مؤثر بود، چقدر ما باید پول میدادیم و مال خرج میکردیم، صرف میکردیم تا اینها رو به دست بیاوریم. این سلامتی من را چگونه، همه این چیزهایی که داریم، اگر ما واقعا خود رو بسنجیم خواهیم دید که بسیار بسیار غنی هستیم و بسیار بسیار ثروتمند هستیم. ای بداد رایگان صد چشم گوش، نیز رشوت بخش کرده عقل. عقل و هوش هم بدون رشوه به همه داده است. عقل هم چیزیست که خوشبختانه هیچ کس ادعای تبعیض در آن نمی کند. همه در خیلی چیزهای دیگر ادعای تبعیض میکنن که خدا به ما تبعیض قائل شد، به ما مال نداد، جاه نداد، مقام نداد، جمال نداد، حالا هرچی نداد، ولی دیگر در مورد عقل میگن نه، خوشبختانه عقل من از همه کامل تره و همه خود رو عاقل تر از دیگران میپنداریم. این لاغر میگن در یک جا بشر به این نتیجه رسید که در حق او تبعیضی نشده است و آن هم عقل اوست. در عدم ما مستحقان که بودیم، صحبت کردیم راجبش که بر این جان و بر این دانش زدیم، ما مستحق این روح زیبا بودیم که داریم، مستحق این همه علم و دانش هستیم که داریم. پیش از استحقاق بخشیدی عطا، عطای تو قبل از استحقاق بود، دیده از ما جمله کفران و خطا. آنجا که فرشتان گفتن اتخلق و فیها من یفسد و یسر کده ما، خدای آیا کسی رو میافرینی که فساد میکند و خون میریزد؟ قال اینی اعلم و مالا تعلمون، خدا به فرشتگان فرمود که من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. خب این چه بود؟ این سابقه لطف الوهیت بود، وگرنه خدا میدانست که انسانها چقدر خون ریزی خواهند کرد، چقدر به همدیگر بد خواهند گفت، چقدر همدیگر رو خواهند کشت، چقدر همدیگر رو لعن و نفرین خواهند کرد، چقدر علیه همدیگر توطئه خواهند کرد، چقدر همدیگر رو از بین خواهند برد. هیچ حیوانی به اندازه این حیوان دوپا هم نوعان خود را نکشته است، هیچ حیوانی به اندازه این حیوان دوپا هم نوعان خود رو اذیت نکرده و رنج نداده است. با این حال این همه کفران، این همه خطا از ما اتفاق می افتد و از ما سر می زند، اما خداوند آن عطایش را قبل از استحقاق ما به ما داده است، عطا فرمود و اکنون هم می دهد. اگر ما به جای خدا بودیم چه می کردیم؟ اگر یک بار دو بار به یک کسی که مربوب ماست، مورد تربیت ماست، چیز رو بگوییم او انجام ندهد چه می کنیم با او؟ به کودکتان اگر پنج بار بگویید انجام ندهد چگونه رفتار میکنید با او؟ هزار بار به ما میگوید ولی باز نه تنبیهی، باز بیشتر میدهد. هزار بار به ما میگوید چنین کن، ما نمی کنیم، باز بیشتر به ما عطا میکند.
لطفش رو بیشتر میکند. رو نگردانیم از فرمان تو، کفر باشد غفلت از احسان تو. بحر کو آبی به هر جو میدهد، هر خسی را بر سر و رو مینهد. کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. میگوید این خیلی مثال زیبایی است، این دریا که این خار و خاشاک و خس رو بر سرش مینهد، واقعا اینجوریه دیگه، بر سرش نهاده این دریا میآورد. میگوید این خار و خاشاکی که دریا بر سر میآورد به اینها احترام میگذارد، در حالی که خار و خاشاک چیزی جز شین او نیستند و چیزی نیستند که او به آن ببالد. اما چون دریاست، برای او بالا بردن خار و خس و بر سر نشاندن خار و خس برای او اشکال ندارد، چون دریاست و کریم است و منبع کرم است. میگوید خداوند تو هم دریای کرم هستی و منبع کرم و لطف هستی که ما رو بر سر خود گذاشتی و ما رو مانند یک طبق عروسی میچرخانی، و با اینکه ما در همان حال همه بدی میکنیم به تو، ولی تو به ما نیکی میکنی. آب دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش ای خداوندان توست. گر تو خواهی آب و آتش خوش شود، هم آب قرد نمی کند و هم آتش نمی سوزند، خوش می شود. و نخواهی آب هم آتش شود. اگر نخواهی آب صفت آب بودن خود را از دست می دهد و تبدیل به آتش می شود. آبی که از دو عنصر سوزاننده پدید آمده است، از اکسیژن و هیدروژن که هر دو سوزاننده هستند، از ترکیب این دو خداوند یک چیزی را آفریده است که این خلاف سوزندگی است. میگوید خب تو همان قدر میتوانی همین کار رو بکنی، دوباره اینها رو به خاصیت اولش برگردانی و آب رو تبدیل به آتش کنی، اگر ممکن نیست. گر تو خواهی آب و آتش خش شود، و نخواهی آب هم آتش شود. آب و آتش فعل باشد می بدید. مثال میزنن که می وقتی میجوشد آب است، ولی کار آتش میکند، آتش فعل است. آب آتش فعل، آبی است که خم و شراب، آبی است که فعلش آتشین است، و در حقیقت وقتی کسی آن را میخورد او آتش در درون او زبانه می کشد. آب و آتش فعل باشد می به جوش، مستی تو کی گدازد عقل و هوش. وقتی که تو انسان رو مست می کنی، دیگر عقل و هوش هم از انسان فرا می رود. مستی تو کی گدازد عقل و هوش. وقتی انسان از تو مست شود، از وجود تو مست شود، از جام و باده تو مست شود، دیگر عقل و هوشی برایش باقی نمی‌ماند. جوره ای از فیض ما را دادی، جوره ای از آن شراب عشق قطر رو به ما نشان دادی، مست کرده سر به صحرا دادی، ما رو مست کرده ای و در این صحرای جهان ما رو رها کرد. صحرا منظور دنیا، دنیای فعلی رو عرفا به صحرا معنی کردن. گرچه بشکستند جامت قوم مست، آن که مست از تو بود قدری شد. میگوید این انسان ها اونچنین بودن، جام عشق تو رو گرفتن. بعضی مست‌ها که مستی از حد برون میبرن، اینها ممکن است که جام رو هم بزنن و بشکنن و قدر آن جام رو هم ندانن که آن جام موجب شد که اینها به این مستی و سرمستی برسن. میگوید درست است که شما این جام مستی عشق رو، جام الستی رو به ما داده ای و ما از آن نوش کرده ایم، اما خود همان رو شکسته ایم. به جای اینکه قدردان باشیم، علیه تو آن را به کار برده ایم. گرچه بشکستند جامت قوم مست، آن که مست از تو بود قدریش است. با این حال اگر جام تو رو هم شکسته باشد، باز هم قدر و منزلتی نزد تو دارد. ای شهنشه، مست تخصیص تو اند، عفو کن از مست خود ای عفو مند. ای شاهنشاه، ای خداوند، همه آنهایی رو که تخصیص کردی، خاص کردی تا شراب عشق به اینها بنوشانی، مست شراب عشقشان کردی از باب تخصیص، نه از باب تخصص، از باب تخصیص، از باب اینکه تو آنها رو مخصوص کردی و به آنها شراب عشق دادی.
عفو کن از مست خود ای عفو من، تو که عفو من هستی. اگر مستی تن بد مستی کرد، سیاه مستی کرد و کاری خارج از عرف و ادب و آداب انجام داد، خود ببخشا. این رو مست رو میتونم مست هم خوان، مست به معنای مستمند و کسی که فقیر است. ای شهنشه مست تخصیص تو اند، عفو کن از مست خود ای عفو من. میتوانیم بخونیم ولی من مست خواندم و هم با معنای آن بسیار فراهمتر است. لذت تخصیص تو وقت خطاب، آن کند که ناید از سرخم شراب. میگه وقتی که محسوس میکنی مرا با سخن گفتن خود، وقتی خطاب میکنی مرا تو خطاب میکنی، میگوید و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم. این تخصیص مقام بسیار مقام بالایی است. اینکه معشوقی به عاشق تو بگوید، معشوقی عاشق رو خطاب بکند و خطاب تخصیصی بکند، خطابی که مختص اوست، عاشق معشوق رو به نام او بخواند، این چه عظمت و قدریست که میتواند اتفاق باشد. این لذتی دارد که قابل قیاس با هیچ لذتی نیست. لذت تخصیص تو وقت خطاب، آن کند که ناید از صد خم شراب. چون که مستن کرده ای حدم مزن، شر مستان را نبیند حد زدن. چون شبم هوشیار آنگاه هم بزن، که نخواهم گرد خم هوشیار. بسیار امر زیباییست. میگوید که وقتی که مرا مست کردی حدم مزن. خب حد مست رو تازیانه قرارداد کردم و 80 تازیانه و متجاهر به فسق شراب معین کردم. میگویند خب خودت مرا مست کردی، بنابراین مرا حد نزن. و شرع مستان رو حد نمیزنه، یعنی بایستی اول از مستی در بیاید بعد بتوان به او حد زد، وگرنه در شرع هر پنج مذهب، حنفی و حنبلی و مالکی و شافعی و امامیه، در همه این پنج مذهب میبایست که اول شخص از به حالت هوشیاری برسد و بعد بتوان او رو حد زد. چون شبم هوشیار آنگاه هم بزن، که نخواهم گشت خود هوشیار من. خب تعلیق به محال کرد دیگه، میگوید من که هیچ وقت هوشیار نخواهم شد، بنابراین وقتی هوشیار نخواهم شد و همیشه مست خواهم بود، پس حد هم بر من نخواهم زد و من حد نخواهم خورد. هر که از جام تو خورده ظلم نم، تا ابد رست از هوش و از حد زدن. هر کسی که از جام تو خورد ای صاحب منت ها، تا ابد رست از هوش، هوشیاری و از حد زدن. تا ابد مست است و از حد زدن هم فراتر رفته است، یعنی آن اعمالی که فقه برای اون معین و مشخص کرده است. آن کسی که مست است، تو میدانی که نماز هم بر مست نیست دیگه، روزه هم بر مست نیست. این نکته مهمی است که من به اشاره گذاشتم. این که معتقدم برخی که اگر مستی آمد فرایض از آنها ساقط می شود، او یا خود مولانا هم به این توجه دارد، هم حدود الهی و هم مسائل دیگر از او ساقط می شود. مولانا هم گویا در جاهای از جمله در این سه بیت به این اشاره دارد، ولی خود مولانا تا پایان عمر با اینکه مست بوده است، ولی به ظواهر شریعت و به ظواهر دین عمیقاً عمل می‌کرده است، با اینکه گویا مخالف عقیده خود او بوده است و عقیده عده‌ای از عرفا این بوده است که وقتی که انسان مست شد، مست دیگر تابع هیچ گونه اسم و رسم و شرایط خاصی نباید باشد. اما اصل این است که در عرفان حقیقی اسلامی هرچند که مست باشد، بایستی اون حدود، بایستی اون صغور شریعت همیشه دقیقا و کاملا بایستی رعایت شود. نمیتوان به بهانه مستی نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و
امر معروف نهی از منکر رو ترک کرد و البته باید ضمن این که انسان باید به اینها معتقد و عامل باشد، در این حال آن مستی هم جای خود رو دارد.